خوش آمدید شما بیننده شهر ورزش هستید آقای دکتر صاحب حفیظ ولی رحیمی رئیس تربیت بدنی و المپیک افغانستان با ما هستند افتخار دادند و آمدند خوش آمدید دکتر صاحب سلام بر شما و تمام بینندگان محترمتان بسیار خوش هستم که باز هم شهر ورزش با فعالیت آغاز کرده برنامه‌تان و ما همیشه ای برنامه را هم غیر از اینکه تایید میکنیم بسیار تشکر میکنیم از برنامه که راجع به ورزش میباشه چون رول بسیار مستقیم برای انکشاف ورزش کشور داره شما سلامت باشین دومین مصاحبه ما با آقای رحیمی است اولین مصاحبه را زمانی که تازه آمده بودید به تربیت بدنی انجام دادیم و تشکر از اینکه وقت دادید با شما صحبت کنیم شاید ورزش کشور چگونه هست با توجه به شوی کرونا؟ ما تقریبا در کوشش کردیم که زیادترین استفاده را کنیم طبعا ویروس کرونا تاثیرات منفی خود در, در, تمام عباد زندگی کل نتان آفاسان که جهان داشته ولی ما در زیادتر کوشش کردیم در این مدت که قرانتین است از طریق برنامه آنلاین در بخش های انتقای ظرفیت ها آوردن ریفارم های بیتر سیستم های مالی و داری و کمک و ارتقای ظرفیت فردوسونا تا فعلا هر روز ما فعال هستیم و کار به پیش می و چه پلان برنامه دارید برای اینکه فعالیت های ورزشی را آغاز کنید؟ چون فعالیت مت... های ورزشی متوقف بله هست متاسفانه تا انوز هم که کمیتی اصرار تصویب نکردن ما تقریبا یک ماه و ده روز گذشته اولین طرح خدا به مقام ولی رسد جمهوری تر بازکشایی ورزشه با میارها طبعا با بخش مسئول نشد ارسال کردیم اونا ادعا دادن که با کمیسیون اصرار که در راست مونیت دوم است و وزارت محترم سیحت آمه دوباره به اونجا ارسال کردیم و در حین وقت کمیته سیهی کمیته ملی المپیک افغانستان که حقیقت همه دکترهای بسار ورزیدیم ماستن به با اساس میارهای دبلویچو یا سازمان جهانی سیحت تمام میارهایی که با کدام میارها میتونه که ورزش های مسون در, در قضای کرونا میتونه که ورزش ها دامه بتن و یک بار دیگه از تریبیون شما از تمامی که و خود و فدرسون محترم تشکر میکنم که با اولین پیشنهاد و ادایتی که ریاست اومی تربیت بدنی و کمیته المپیک داشتن تمام کلپ های ورزشی در سر تا سر افغانستان مزدود شده و الان ما خانزی هستیم که هر چیز زودتر باید ای کلاپا با میارای خود وزارت محترم سیاحت آمه و ارگان جهانی سیاحت این باید بازکشایی شود با... چون به اندازه زیاد از این فکر میکنم که صدمه بزرگ بر پیکر ورزش افغانستان خود بله ببخشید این زیاد است و پراکنده <تصفح> یک انتقادی که به نهاد المپیک هست تربیت بدنی المپیک؟ المپیک. خب بله خب. حضور خانم روبینا جلالی است. ما بله. برای خواستیم با خانم جلالی صحبت کنیم، برسات وقت ندادن. همزمان هم رئیس فدراسیون اتلتیک هستند، هم عضو پارلمان هستند و هم معاون شما در کمیته ملی المپیک و هر کدام از این کارها یک کار تمام وقت هست و 8 ساعت زمان ضرورت حالا اگر عضو پارلمان باشی شاید بیشتر. چگونه میتونه خانم روبینا جلالی در معاونیت کمیته المپیک باشه؟ زمین اینکه معاون یک پست اجرایی است و با باید فعال باشه فدراسیون ها که میفهمین همش انتخابی هستن و و بساس اساسنامایشان و مجمع عمومیشان بالاترین مرجع تصمیم گیری هستن و طبعا در کمیته ملی المپیک هم اینا برای اکثریت مجمع عمومی یعنی با... بله بله, بله. تمام رئیس موانین و آه معامل آم مالی همیش از طریق مجمع تعیین میشه بعد بس شما رئیس کمیته ملی المپیک هستید چگونه است فعالیت خانم جلالی در کمیته ملی المپیک آیا با... حضور داره حداقل اگر رأی هم برش دادن باید 8 ساعت در دفتر باشه در هر طبعا در جل... جلسات برد اجرایی تش... تشریف میرن در باز مراسم یا موضوعاتی که مربوط به کمیته ملی المپیک می باشه میان ولی طبعا طرح مکمل برای انکشاف ورزش خانم ها قسم که شما خبرین ما اولین رئیسی ورزش انکشاف ورزش خانم ها را در چوکات ریاست امید تربیت بدنی ایجاد کردیم که به اساس فعالیت از اونا توان کمیتی المپیک هم صرف در بخش فدراسیون المپیکی مومد از اونا خواهد بود و او یک بست دولتی فول تایم نیست دکتر شما یک تر را به پارلمان دادید در رابطه با فدراسیون فوتبال و کریکت بورد چی هست این تر؟ خیلی به شما انتقاد هست تر آیا این تر چیزی است که من شنیدم چیزی که گفته شده این هست که فدراسیون فوتبال و کرکت بورد باید زیر مجموعه ریاست تربیت بدنی باشند و زیر نظر تربیت بدنی فعالیت کنند نه خیلی ما تر نداده ما سال گذشته اولین قانون ورزش افغانستان با در قانون افغانستان این شده بود؟ بله با امضای تقنینی به فرمان تقنینی جلالات ما برای جمهور این مدیو لجرا شد و طبعا دو ماده که یک ماده عصب شده بود و یک ماده ایزاد شده بود با موفقی ما نبود طبعا این به پارلمان کشور رفته و ما در مرجع تصمیم گیری نیستیم مرجع تصمیم گیری را طبعا وزارت عدلی کشور که قانون ساخته و بعد از او کشور یعنی در قانون ورزش گنجانده شده که فدراسیون فوتبال و کرکت بورد زیر نظر تربیت بدنی فعالیت کنند نه زیر نظر نی اینا فکر میکنم که هیچ فدراسیون را دولت در مجموع حتی خب کمیته ملی المپیک خود جایگاه خود داره و اصلا به اساس منشور کمیته ملی المپیک اکثریت فدراسیون ها به استثناء کرکت عضو کمیتی ملی المپیک هستند او یک بخش دزاس و رابطه از اونا با اساس یک تفاهم نامه است ولی هیچ ریاست اومی تربیت بدنی و سپورت که بسیار زود امکان داره و خیر وزارت ورزش کشور شود در به هیچ صورت در امورات داخلی هیچ فدراسیون ها به اساس اساسنامه هایشان مداخله نداره پس چی هست؟ ولی نمی... راپور... فقط آمده. مشکلی هست. آه، که هست راپوردی است که اونا نمیخواین که هیچ نوع راپور به وزارت بررسط و میتربیت بیتن و به اساس قانون اونا باید گزارشدی یا راپور مالی و تمام راپورهای خود به مقام مالی راست جمهوری باید که تد... اصلا پارلمان کشور را اگر وقتی که اینا نمیخواین که به دولت را پرده بده باشن پس رئیس جمهوری کشور خود در راست دولت است و همچنان کرکت برد که رئیس جمهور در راست از تیم بلندترین مرزیشان است و بردشان همیشه وزیر مالیه رئیس برد کرکت است و تمام اعضای بردشان تقریبا شخص وزیر سایبا و وکال هستند که ایت اصار سمسته ما... یعنی اینو بازم گفتم ما در هی خود داریم منایس رهبری ورزش و در چوکات قانون پس این طرف شما رفته قانون از قانون از این طرح نیست قانون این قانون قانون صرف از طرف شما رفته طبعا وزارت داره ورزش یا رئاست اومی تجربت بدنی ولی و ولی تا زبانی سید. که پارلمان تصفیب نکنه چطور قانون میشه؟ میتونه با, با امضای تقنینی رئیس جمهور همیشه وقتی که پارلمان در سشن نیم باشه در رخصتی می باشه به امضای تقنینی جلالت ما رئیس جمهور که او را ما اصلا هیچ خب اطلاعی نداشتیم از طریق دامور اداره امور پیش و با فرمان تقنینی مدیر لجوه شده همین طرح که شما تو قانون شد؟ طرح و دو طرح همین آمده که فوتبال و کرکت مستثنا باشه راستن به رئیس جمهور راپورده باشه طبعا در قانون در نه تنها افغانستان که در تمام جهان یعنی هیچ فردی از, از اجتماع یک نهاد چی شخصی چی جامعه مدنی و چی توان دولتی مستثنا نیست از اینکه راپور مالی آخر سال خدا و شمول شد تلویزیون شما آخر سال باید راپور مالی خدا بدن در که یک نهاد شخصی و یک سرمایه گذار ما که سرمایه خودش است شرکت خودش او خواهد تا سه ماه در سه ماه راپور مالی خود به وزارت مالی هم میده و ما مشکل نداریم در چیزی که پارلمان کشور تصویب میکنه و مقام مالی رسد جمهوری به هر جایی که اینا راپور دیستن ولی اما خدا طبعا گفته میتنیم که یعنی تمام پول و امکانات و سرمایه که در حرف دوستان ما مربوط به تمام ورزشکاراش است و تمام ورزشکاراش باید بفهمه که امکاناتی که برای یک فدراسیون با چی ترتیب و با کجا مصرف هیزم. هر نهاد منتقدان خود داره تربیت بدنی هم منتقد کم نداشته و منتقدانی که شما داشتید در این چند ساله منتقدانی بودند که زمانی همکار شما بودند یا در کنار ورزش بودند آیا تا به حال شده که برنامه داشته باشید برای جمع کردن این منتقدان که حرفایشان رو بشنوین و اگر راه حل ضرورت باشه راه ارائه کنید اگر قرار باشه که جواب بدید یا پاسخ بدید پاسخگو باشید تصادفا ما در تمامی محافل و چایی که جلساتی که داشتیم همیشه جوابگوی هر نوع پیشنهاد در ولی طبعا هر کسی که اگر انتقادی داره در پولو انتقاد یا خواهش ما همیشه از کلی کردیم یک پیشنهاد رای حلم داشته باشن چون انتقاد تنها فکر نمیکنم که وقتی که اونا دست که از پیش قسمت های ورزش هست حتما که انتقاد میکنن در راستا توانمندی خوبی دارن پس دا که مثل پی... آقای میروس با آوی که معاون شما بود در ابتدای حضورتان بله اونا چند مور آمدن هم انتقاد کردن و هم پیشنهاد دادن شده همراهشون ملاقات داشته باشید یا فکر میکنید که نیاز نیست من بر ما خود نه ترشان آمدن نه پیشنهادشان و نه شکایتشان اونا تا یک مدت مدید باید معاون فنی اداره بودن و طبعا کرسی دولت همیشه در تغییر است ولی متاسفانه وقتی که شما شاید ازی بودن که ما یک اداره فوق از هر نگاه بسیار ضعیف از نگاه تانمندی های مسلکی فنی و خصوصا در بخش فساد اداری به حوزش ما میراث گرفتیم و امروز شب و روز مبارزه کرده با تیم و تمام ما که داریم مدیشان تشکر میکنم که اداره از به جمله شش اداره تاپ شفافیت در سطح دولت بر ما مکتوب آمده و جز وزو شدیم شما نه در تربیت بدنی این سوال آخر ماست و نه در المپیک سخنگوی مشخص ندارید و ما خیلی به سختی میتونیم با شما ارتباط برقرار کنیم به عنوان مثال با دبیر کل کمیته ملی المپیک وقتی میخوایم صحبت کنیم برای ما زمان مصاحبه نمیدن و در تربیت بدنی هم بغیر از شما هیچ کسی اجازه مصاحبه نداره شاید من اشتباه میکنم آقای رحیمی ولی چند بار معاون شما آمد و تا اینجا آمد ولی مصاحبه نکرد شاید... خوب است تو اینجا نامدن اما خوب است که چندین بار اولین بخش منتخب ما که بود شما در وقتی که در برنامه آن سوی شب نوید شب نوید یک برنامه مکمل اختصاصی برای ورزش MMA بود و آن MMA هم نه برکه یک شک کمپنی SLFC بود و آن آن سوی شب نوید که نمیتونه خب بزرگ باشه که تمام ورزش افغانستان و فیلمپیک و تمام فدراسیونار در یعنی از این بعد ما میتونیم که برای هدیه. اداره امیش. و در کمیته المپیک هم ما تقریبا کمتر از یک سال میشه خانم بنفشه فیزی که یک او هم هم در سابقه بسیار خوب در در رسانه‌های کشور در سخنگوی بله و هم اونا لیسانس به درجه علا و هم ماسری در رشته جورنالیزم از اندستان دارم در تربیت بنی در تربیت ما رئیس نشرات داریم یک تی دو دولتی است طبعا هم آقای پیمان هستن و هم تا در اکثر موارد موانسای فنی طبعا چون بخشای فنی را جوابگو هستن حضور پیدا میکنیم بخشی آخ... ورزش در هر کشوری فکر میکنم از هر نهاد دیگری باید فعالتر باشه چون ورزش کاملا گره خورده با زندگی مردم بدون شک. با اگر صحبت گرست آقای را فقط همیشه قسمه که از شروع جوان مسئولیت دسته تیمی تربیت بدنی و کمیتی المپیک داشتیم. میتونم در داره با کلی در خدمت رساناس و دسترسی به هر نوع اطلاعات با کلی میتونن که در هر نوع اطلاعات که داشته باشند در دسترسی به او سپاس دکتر صاحب حفیظ ولی رحیمی رئیس دربت بدنی و کمیته ملی المپیک افغانستان برای جشن. شما ارزوی موفقیت می کنیم بینندگان عزیز بعد از وقفه با ما همراه باشید یکی از سوپر های فوتبال افغانستان مهمان هفته خواهد بود